بعد میمونه. سلام 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 به توان 79، سلام به روی ماه تک تکتون. ایول که اومدید تو لایف، چه خبرها؟ بله خانم پاپیان شما خوب هستین؟ خیلی وقت ازتون خبری نیست عزیزم. دایرکتم چک میکنم. چشم، سلام به روی ماهتون. بچه ها من اومدم تو لایف دو تا نکته رو بگم خدمتتون و برم. یک، خیلی از من میپرسن که متولد 79 که پسرمه، خیلی از من میپرسن که چرا انقدر راجب دعوت شدم به مهمونی کائنات حرف بزنی و اینکه عدسه دارم عدسه و اینکه چیه قضیه، چیه، کجا دعوتی، کجا میخوای بریم. بابا ما چند وقت پیش هم یه لایف گذاشتیم راجبش یک عالمه صحبت کردیم و اینکه من استوری میذارم که به فراوانی کائنات دعوت شدم و دارم پذیرایی میشم، دلیل بر این نیستش که من خیلی پول دارم الان و اینکه من دارم دلار در میارم و دلار خرج میکنم و اینا، نه عزیزای دلم، اینا راههای جذب، راههای دیدن، راههای باز شدن چشممون به سمت فراوانیه و من هم مثل شما تو یک مسیر روبروش قرار گرفتم و این دلیل بر این نمیشه که بچه ها بیاین توی دایرکت به من بگین که حالا که وضع مالیت خوبه انقدر به من دستی بده، نمیدونم انقدر به من پول بده، من اینجا مشکل دارم، بیا خونه برام بگیر، نمیدونم اینجور. درکتون بعضی رو من واقعا درک نمی کنم. این راه پولدار شدن و راه انرژی مثبت بودن نیست بچه ها. وقتی از کسی طلب پول یا اصلا نقطه ضعفمون رو نشون میدیم بهش و بهش میگیم که ما پول نداریم تو بیا با ما کمک کن، یعنی که ما فقیریم، ذهن ما فقیره و تو همون فقر خواهیم ماند. چند بارم مثال زدم، اگر هم نداری باید منش و طبعت انقدر بالا باشه که همه فکر کنن که تو اوکی اوکی. دیگه راجبش صحبت نمی کنم چون خیلی راجبش حرف زدم. اوکی، بعد دیگه چی میخواستم؟ دومین چیزی که میخواستم بهتون بگم، من چندین مرتبه 111 چندین مرتبه یه دکلمه رو استوری کردم، خیلی از دعاهایی که میکنم روز صبح ها استوری کردم و اینکه از من پرسیدین که این صدای کیه، این دکلمه رو دوست داریم. من براتون حتما پیج ایشون رو تگ میکنم که اگر دوست داشتید بید از دکلماش لذت ببرید. و دیگه همه حالشون خوبه، همه در سلامت کامل الهی هستن. اگر خیلی دوست دارید که آمار سلطان رو بگیرید، حتما 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 تشریف ببرید یوتیوب. بچه یوتیوب منم اگه دوست داشتید سابسکرایب کنید. من کنسرت خیلی با شکوه بود پویا جان، پویان جان کنسرت خیلی با شکوه بود، اصلا هیچی برای گفتن ندارم، فوق‌العاده بود. و اینکه من دو تا چش داشتم، دو تا چشم دیگه هم می‌خواستم قرض کنم، نگاه کنم و فقط کم آوردم، واقعا کم آوردم. بله پسر من داره پزشکی میخونه، هنوز پزشک نشده. خیلی حس خفنیه، حس اینو دارم که خدا چقدر دوستم داره. بعد آره، حالا باز دوباره من بهتون میگم که ما هممون دعوتیم به مهمانی فراوانی کائنات و حس فقر نباید داشته باشید توی این مهمونی وقتی دعوت میشید. این قلب، ذهن و وجود و روحمونه که به این مهمانی دعوت شده، جسم خالیه نیست. مرسی که پیج منو انتخاب کردی و فالو کردی عزیز دلم.
یه سری چیزها رو نمیشه توضیح داد بچه ها. همه خود اگر تتلیتی واقعی باشی خودتون همه چی رو میدونید. آره. بعد متشکرم. سه تا خواهر برادریم، دو تا خواهریم، یک عدد سلطان. خب دیگه چه خبر؟ تو ایران قدر هیچ کدوممون دونسته نمیشه. گورستان هنر. آره خیلی ها ولی در کرم. من روزه اولی که استوری فراوانی کائناتو میذاشتم همه مینوشتن که دلت خوشه بابا، یعنی چی یعنی چی. ولی الان خیلی ها مینوشتن منم دعوتم و دایرکت پر شده از اینکه همه با هم دعوتی. چه دعوت قشنگی، خیلی دعوته قشنگی. حواسمون به یوتیوب هست، من همیشه اونجا هستم. سلام به روی ماهتون. آره زندگی بعضی وقتا اون بو رو میده ها، بعضی وقتا اون بوی بهشت میده، بعضی وقتا هم بوی عشق میده، بعضی وقتا هم بوی یاس میده. همیشه بوی بد تحصیگار نمیده. بچه من خیلی دلم میخواد ولی عروسی دعوت بشم. انشاءالله یه جوری عروسی گرفته بشه که در شأن سلطان باشه. بعد آره راجع به انرژی های منفی و مثبت صحبت کنیم. بعضی وقتا نمیتونی اصلا کسی رو قانعش کنی که مثبت باش، چون که منفی کل وجودش رو برداشته و هر کاری کنی اون حرف خودش رو میزنه. میگن بعضیا خودشونو زدن به خواب، و وقتی خودتو بزنی به خواب هیچ کس نمیتونه بیدارت کنه، چون تو خودتو زدی به خواب. آره عزیزای دلم، پارسا نه الان امریکا نیستش، پارسا برگشته. بعد اینکه دوستم نداره تو صفحه مجازی باشه بچه ها، عکس و فیلماشو نمیذارم، دوست نداره. آفرین، خفته رو خفته کی کند بیدار. نمیشه. من باشگاه نیستم بچه ها. من فکر میکنم از زمان کرونا دقیقا یادمه که حالا که شاگردم بودی، چون من رابطه خوبی با بچه ها داشتم، بچه هم لطف داشتن که هر کی میومد باشگاه منو بغل میکرد بوس میکرد. و شاید من تمام دوران کرونا مریض بودم، شاید 10 دفعه کرونا گرفتم و این واقعا منو از پا انداخت و دیگه اصلا دلم نمیخواست برم ورزش کنم، چون تا مدت ها حالم خوب نبود. بخاطر هم دیگه مربیگری هم کلن گذاشتم کنار. بعد اینکه منم دوستتون دارم. بچه یه مشکل اینجا هستش که ما هممون ایران رو دوست داریم و ترجیح میدیم تا لحظه ای که خیلی به همون فشار نیاد همینجا بمونیم. و من همچنان دوست دارم اینجا بمونم با اینکه اون اتفاق افتاد. اینجوری ایشالا سلطان بهمون افتخار بدن. چشم حتما. کنسرت به کنسرت دیگه. چه سوالایی دارید؟ پارسا پسرمه. بچه ها فکر میکنم خیلیامون، یعنی چجوری بگم، میخواستم یه چیز بگم ولش کن نمیگم، چون شماها یه عادت بدی دارید. من میام تو لایف صحبت میکنم، مثلا لایف 3 سال پیش پخش میکنید میگید اینجوری اینجوری، درست میکنید خودتون یه چیزایی رو. بخاطر همین من نمیتونم تو لایف حرف بزنم خیلی. آره دیگه اینجوری. آها میخواستم براتون
داستانایی رو که توی یوتیوب گذاشتم و برید قسمت اول و دومش رو ببینید. اونجا من یه روسری سفت سبز بسته بودم به خاطر اینکه اون زمان من کچل بودم و روم نمیشد کچلیمو ببینید. به خاطر الان شاید اگه الان آگاهی الانو داشتم اصلا برای مهم نبود که شما مثلا کچلیمو ببینید، دوست داشتم اصلا و اونجوری روسری نمیبستم. ولی شاید هم الان چون مو دارم گذاشتمش راحت، حس خوبی مو داشتن به آدم میده. بعد رفتم خودم دیدم، میگم خدایا من چرا این مدلی دستمال سر بسته بودم؟ فقط به خاطر اینکه دوست نداشتم که کچن هستم دیده بشه. بچه هایی که از قدیم با من هستن میدونن که چرا من کچل شده بودم. الان توضیح نمیدم براتون، اتفاقای دردناکی بود. عزیز دلم مرسی، نازی و امید و عشقه، خودت و عشقه، مرسی که اومدی تو لایف. شما با هم رفته بودین آنتالیا به کنسرت نرسیدین ها؟ همونا این همون خانم خواننده ای که کنسرت گذاشته بود تو آنتالیا. من هر کسی رو که سلطان انتخاب کنه دوستش دارم، حتی دوستاشو که شما میگین حواستون به دوستای سلطان باشه، تمام اطرافیانش رو دوست دارم، تمامشون رو. بچه من عدسه دارم، چه نمیاد. پسر من 22 سالشه، بعد اصلا قابل توصیف نیست، حسم خیلی خوبه، حس اشرف مخلوقات. آره حس میکنم خدا دوستم داره. بعد ببین، وقتی یک نفر اینجا نوشته این با موضوع صحبت من به موضوع صحبت من میخوره. امیرعلی جان، امیرعلی 1385 اینا نوشته، نسیم جان من عاشق سلطان هستم، چیکار کنم برم کنسرتش؟ من 3 سال دارم پول جمع میکنم اما نمیشه. تو نباید پول جمع کنی عزیز من، تو فقط باید بخوای، اراده کن، کائنات بهت میده، باور کن کائنات بهت میده. فقط باید بگی من مهمان کائناتم، اصلا فقط سپاسگزاری کن برای حضور تو کنسرت، سپاسگزاری کن. همین جملت الان عزیز من منفیه. خب باید بخوای، نمیدونم از چراهی، نمیدونم از چراهی اصلا یهو دیدی یک نفر دعوتت کرد. کما این که خب باز میگم خیلی چیزا رو نمیتونم بگم، اما یک نفر از خود شما تتلیتی یا از یک کشور دیگه‌ای یک نفر دیگه‌تون رو دعوت کرد، دوست داشت که چون خودش نمیتونه بره یک نفر دیگه جاش بره و توی این مهمونی شریک باشه و شاید نفر بعدی تو باشی عزیز دلم. پس ازت میخوام، از همه تون میخوام خب که هیچ وقت نگید نمیشه. برای چیزی که میخوای فقط سپاسگزاری کن. چجوری؟ بگو خدای متشکرم که من تو این کنسرت زیبا هستم. خودتو ببین، باور داشته باش که هستی و کائنات اونو به تو میده، چون تو خودتو بارها دیدی توش. وقتی خودت باور نداری که هستی، مطمئن باش که کائنات هم باور نمی کنه، چون خودتو باور نداری عزیز دلم. آره وقتی خودتو باور داشته باشی مطمئن باش که این اتفاق میفته. سلام به روی ماه همه اونایی که جدید اومدن. من میخوام برم، اومدم یه چیز کوچولو بگم. هانای عزیزم سلام، عزیز دلم قربون قلب سفیدت برم. و ببین پولش میاد. الان به من میگه اگه سپاسگزاری کنی این پولش از کجا میاد؟ یکی از شماها نوشته بود. خب تو سپاسگزار باش. بچه ها من بهتون توصیه میکنم پیج دکتر یونیورس رو حتما فالو کنید. بچه ها به خدا خودم آدمیم که وقتی یه نفر از این حرفای مثبت میزد، وقتی بازداشت شدم، وقتی داشتم میخوندم، وقتی اون اتفاق واسم افتاد، میگفتم با نفستون از جای گرم بلند میشه. هنوزم اعتقاد خودم قوی نشده ها، چون که خودم
هنوز اون خیلی معجزه ها رو ندیدم و همش میگم چرا همه دارن میخونن فقط من نباید بخونم، چرا همه دارن کلیپ میدن بیرون فقط من نمیتونم. خب ولی هر وقتم که یکی حرف مثبت میزد میگفتم برو بابا نفست از جای گرم بلند میشه. ولی واقعا دارم تازه از قبل از کنسرت سلطان، میبینید که من نوشتم به مهمانی کائنات دعوت شدم و با این که از مثلا یه مشکلاتی بود که نمیتونستم برم کنسرتو، ولی انقدر این حرف رو زدم، انقدر این سپاسگزاری رو کردم، من رفتم. خب خودم هم پولشو در آوردم و رفتم و اصلا یه هویی شد، یه هویی اتفاقای قشنگی افتاد، یه هویی انگار ببین درسته که من یه پولی رو از یکی میخواستم باید به من میداد، یا من یه پولی رو یه جا سرمایه گذاری کردم باید میومد، یا یه ملکی رو فروخته بودم پولشو نداده بودن، ولی همه اینا اون زمانی که من خواستم در دقیقه 90 انجام شد به خاطر سپاسگزاری هایی که کردم. اینو مثال زدم، حالا فقط جهت مثال بود، نه اینکه بگی که آی مثلا تو نمیخواستی بری اینجوری شد، نه من دارم برای تو مثال میزنم که تو بدونی که میشه. یه مثال از خودم میزنم، میگن همیشه یه سوزن به خودت بزن دوتا جوال دوست به بقیه. سعی میکنم مثال از خودم باشه، سعی میکنم مثل سلطان که سعی میکنه اول بگیره رو خودیا، اول به خودش دوتا میزنه، اول به خانوادهش دوتا میزنه که بقیه ناراحت نشن، بعد میگیره رو بقیه. همیشه همینطوریه. خلاصه اینطوری عزیزای دلم، مرسی به خاطر وجودتون. خیلی دلم میخواد، یه نفر نوشته چرا با سلطان فیت نمیدی، خیلی دلم میخواد، آرزومه انشاءالله نصیبم بشه. مرسی از همه شما که تو لایوین سمر عزیزم. بچه ها یک نفر یه هوی همسر پولدار میاد سراغش. یک نفر بستگی به دیدت داره. ببین اگر پدر مادر هستین تو پیج منی، تو لایو منی، باید بچه تو دست بالا بگیری، باید برای بچه بهترین رو بخوای، باید تو که مادری، تو که پدری، تو که خانواده‌ای بچه تو اوج ببینی. وقتی تو میگی تو هیچی نمیشی، کی میاد تو رو ببره؟ آخه احمق کی با تو ازدواج میکنه؟ خاک تو سرت، تو که شانس نداری، هیچی نمیشه. ولی وقتی تو بهش بها بدی، ببین وقتی تو بهش بها بدی بقیه هم بهش بها میدن، کائنات هم بهش بها میده، اینا همه خودت هم هستی. وقتی خودت باور نداری که یه روزی خوشبخت میشی، وقتی خودت میگی اه تو این ایران لعنتی با به هیچ جا نمیرسیم، چند نفر تو ایران ما هستن که دارن قشنگ زندگی میکنن، چند نفر اینجا هستن که به آرزوهاشون رسیدن، چند تا مخترع داریم، چند تا کارخونه دار داریم، چند تا اصلا پولدار داریم، به خدا کم نداریم. چند تا از پولدارای ما توی امریکا سرمایه گذاری کردن و از ثروتمندترین آدمای جهان هستن، به خدا کم نداریم. تو ناسا هستن، تو یعنی ما ایرانی پولدار خیلی داریم. از کجا رفتن؟ از ایران رفتن، همه اینجا پولدار بودن، پولاشونو جمع کردن رفتن اونجا. یا مثلا نمونه بارز کسی که واقعا سختی کشید، هدف داشت و الان شاید هم بهتون بگین آه بعد از کنسرت امیر همه گفتن آی فلان قدر ارز، آی فلان قدر رفت تو جیبش، آی فلان قدر. این اتفاقا چجوری میفته؟ نمونه بارز یک فردی که هیچی از صفر به اینجا رسیده سلطانه. عدد 122، از صفر شروع کنید. بعد من ایرانم بچه ها، نمیبینید من ایرانم، البته راضیم از ایران بودنم، اینجارم دوست دارم. بعد 2 سال ولت کرد، برای اینکه تو ترس از دست دادن داشتی، قربونت برم، همیشه میترسیدی که اون یه روزی میره. شاید رابطتون خیلی خوب بوده ولی همیشه فکر میکردی که اون میره. اینکا دایید داد پریا.
بعد دیگه چی میخواید از من بپرسید؟ چی دوست دارید بگم بهتون؟ آره واقعا اگه بخواید میتونید. عزیز دلم، بچه ها من بازم بهتون میگم، من پیج دکتر یونیورس رو واسه تون توی استوری بعدی تگ میکنم، هم معنی اعداد رو بهتون میگن، همین که برید از پایین پایین از پستای اولشون ببینید که مثبت بشید دیگه. من خیلی هاتون به من گفتین که ما با پیج دکتر یونیورس کلی عوض شدیم. اعداد کلا با ما حرف میزنن بچه ها، باید خودتون در بیارید که اون حستون اون لحظه چیه. من داشتم به شما اون لحظه میگفتم که با اینکه حواسم به عددا نیست، ولی ما یهو 122 نفر شدیم و این یعنی از اول شروع کردن، از صفر شروع کردن. حالا نمیدونم خود 122 دقیقاً چیه، ولی 1 و 2 و اعداد روندی مثل 1 و 2 0 اینا از اول از پایه راهی که میری درسته. عینک خودم بچه این سوژه شد. پریا اومد از من پرسید عینک رو کی بهت داده، چون که خودشون تو کار عینک هستن، بعد همیشه زحمت میکشن به من عینک های خوشگل میدن. و منم گفتم دایید داده این عینک رو، داییش داده که میشه همسر من. اوکی، ولی عینک خیلی از عینک ها رو خود پریا جون به من داده، زحمتش رو کشیده. میتونید به پیجش رو فالو کنید. من چشمام ضعیفه. بعد اینکه دیگه چه سوالی دارید؟ ببین هیچ کاری باید، هیچ کاری نباید بکنی واسه برگشتش. اگه واقعا دوستت داری و اگه اونم تو رو دوست داره، شبیه فالگیرا نشدم وای خدایا، اگه دوستش داری رهاش کن، رهاش کن و براش آرزوی سلامتی کن و سپاسگزاری کن به خاطر جفت خوبی که کنارته. شاید کائنات برای تو کس دیگه ای رو در نظر گرفته. وقتی سپاسگزاری میکنی از کائنات و همش میگی که خدای شکرت به خاطر کسی که کنارمه، خدای شکرت به خاطر کسی که کنارمه، مرسی که این آدمی که کنارمه لایقمه، دوستم داره، همونو کنارت میذاره. آره بچه چه سوالایی میکنین؟ نه من دوست ندارم فالگیر باشم، بیادب با. بعد آخه من فالگیرم بهت بگم، من حست به چی میگه اگه سیریش بازی دراری. بچه ها، دخترها، پسرها کامنت بذارید ببینم این خانم میگه که عشقم برمیگرده یا برنمیگرده. اگه سیریش بازی در بیاری هیچ وقت برنمیگرده، بعدش میاد ازت. ولی وقتی رهاش کنی و وقتی برگشت، اگه خیلی دوستش داری گوشی رو بردار و انگار هیچ اتفاقی نیفتاده. الو سلام، خوبی؟ چه خبر؟ اصلا انگار هیچ اتفاقی نیفتاده. نه اینکه تا حالا کجا بودی، برو همون گوری که بودی. دیگه به نظرتون برمیگرده؟ والا به خدا خواهر چی بگم. بذار من ببینم، ایشون گفتن که نسیم جون من به خاطر این تلاش میکنم که یه روز دخترم رو ببینم. ایشالله که میبینی عزیزم، تو میبینی دخترتو، بلکه مادرها مادر دخترشون رو میبینن، مطمئن باش. اگه بهش خیانت کردی برنمیگرد. نسیم جون من اصلا قیافم بازی نیستم، عاشق عمل زیباییم. خب یاسی جون
اینو من دفعه قبلم گفتم. خب تا حالا دیدین دوتا آدم شبیه هم باشن؟ تمام آدم ها زیبایی های خاص خودشونو دارن، تمام انسان ها خداوند از روح خودشون درشون دمیده. حالا چیزی که من میخوام به یاسی بگم، اگر خودتو دوست نداشته باشی، اگر عمل زیبایی هم بکنی، هر روز میری جلو آینه میگی دماغم کجه، لبم کجه، چرا این شکلی هم، هر وقت ذهنت رو عوض کردی، هر وقت سپاسگزار چیزی بودی که هستی و هر وقت خودتو دوست داشته باشی، شاید عینک بدبینی تو از چشمات برداری، زیبایی های خودتو ببینی، شاید اصلا احتیاج به عمل زیبایی هم نداشته باشی و اون موقع به خودت بگی وای من چقدر ناشکر بودم. ولی اگر خودتو دوست داشتی و بعد دیدی که مثلا حالا دماغتو یکم دوست نداری، باز اگه سپاسگزاری کنی، باز بهت میگم کائنات و خدا راهی رو برات باز میکنه. اصلا شاید رفتی مدل یه دکتر شدی، دماغتو مجانی عمل کرد. بچه من نمیدونم شما چرا انقدر منفیم، به خدا بعضی وقتا من میگم که بابا میریم مثلا دوستم میگه با کدوم پول از کجا میخواد بیاد، بابا تو بگو باشه، به خدا وصف العیش نصف العیش. وقتی تو بگی باشه میریم، میشه، میاد، به خدا میشه. من خیلی یارو میشناسم اصلا پول ندارم ولی همش در سفرن، اصلا پول ندارن ولی همش در سفرن. قرار نیست اون سفره سفری باشه که تو بری توی بهترین هتل بشینی، قراره که اون سفره سفر باشه، تو سفرت هم سفرت خوب باشه. به خدا من نمیدونم. نوشته من سیاه پوستم، چه کرمی بزنم سفید شم؟ بچه های نسل جدید تو سن 79-80 خودشون انرژی مثبت سر خودم، برای که اون چیزایی که ما قدیمی ها داشتیم و اونا اصلا دو تجربه نکردن، یه سری چیزها رو اصلا خرافات میدونن، یه سری چیزها رو اصلا میگن برو بابا خب معلومه که بعد اینجوری بشه. بر فرض مثال یه لحظه بچه من برم، همسرم اومده و اینکه برم ببینم چه خبر، چه خبرهایی از بیرون آورده. آره در زدن، من برم. خیلی خوشحال شدم که اومدید تو لایف، ایشالا که همیشه سلامت باشید، مواظب خودتون باشید، مرسی که هستین، بوس به کلتون، خدا بهتون.